خب بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. مرسی. مرسی. متشکرم. بفرمایید. مرسی که اومدیم. دیگه خیلی کلافه شدم. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. این حرفا چیه؟ منو مثل دوست خودت بدون لیلا خانم. نگران نباش، با هم حلش میکنیم. ببین من چند شبه واقعا خواب راحت ندارم. همش فکر میکنم اگه اینا بیرونم کنن چی؟ کجا برم؟ ببین گرفتن ویزا هزار تا راه داره. غمت نباشه. خدا کنه. این دوست وکیلتون کی میاد؟ والا یه کاری براش پیش اومد، گفت بذارین یه وقت دیگه. منم گفتم کلا نیاد. برای چی گفتین نیاد؟ من میخواستم حتما یه وکیلم باشه. شما گفتین میاد کمک میکنه. لیلا خانم خودت گفتی وقت ندارم، حالا میگی میذاشتی یه وقت دیگه. نگران نباش، خودم کمکت میکنم. چقدر پول داری؟ با 30,000 تا برات ویزای کاری اقدام میکنم، بعد تبدیلش میکنیم به اقامت. 30,000 تا؟ من اینقدر پول از کجا گیر بیارم؟ از باباش بگی. اصلا نمیتونم به اون حساب کنم. چرا؟ تازه جدا شدین؟ هنو ایرونه؟ راه های دیگه چی؟ برای ویزه تحصیلی هم میتونیم اقدام کنیم که هم پول میخواد هم آیل سراته درس هم باید بخونیم. تو 32 سالگی با یه بچه من اصلا نمیتونم از اول بشینم دوباره درس بخونم. برای روز چی؟ نمیشه برای تحصیلی اون بمونی؟ از کی تا حالا بچه 4 سال مدرسه میره؟ نمیشه. خب من چی کار کنم؟ برگردم ایران؟ برو هلند. هلند؟ آره، کمپ مهاجرا. من یه رفیق دارم اونجا کارشه، مهاجرا رو از کمپ در میاره. خیلی هم طول نمیکشه. با یه بچه 4 ساله برم کمپ؟ اتفاقا چون بچه کوچیک داری زود به اقامت میده. چند وقته مثلا؟ 6 ماه نهایتا. من نمیتونم امنیت بچه همو به خطر بندازم. اوگاندا که نمیریم، اسکه هلند ها. اینطوری نمیشه. یه وقت دیگه میذارم با دوست وکیلتون صحبت میکنم. حتما یه راه دیگه ای باید باشه. هست. ببین لیلا جون، تو خوشگلی، جوونی. من میدونم چقدر سخته با یه بچه کوچیک، ولی زود اقامتتو میگیری، تازه یه ساپورترم داری. خسته شدی مامان، بریم. کجا؟ بذار یه غذای سفارش بدم و راجبش بیشتر صحبت کنی. عجله نکن، الان میام. لیلا، وایسا.